فاصله بهی با فی چقدر باید باشه؟ ببینید این به این هی. الان من اعراب اینو میخوام بذارم. حالا این جورم درسته، اینم درسته، این غلط نیست. حالا خودتون قضاوت کنید ببینید کدومش آرامشش بیشتره، فاصلهش منطقی تره. این فاصله دیگه خفه شده، اصلا فاصله ای نیست و این خودش یه شکل هندسی خیلی بدی به وجود میاره. نگاه کنید حرکت چشم، حرکت چشم در این بهی که شما نوشتید مسیرش اینه، خیلی آزاردهنده است. نگاه کنید یه چنین حرکتی ما داریم میبینیم. خب چشم دوست داره اینجوری بره، اما شما دارید هی بالا پایینش میکنید با این روند نوشتاری. اینا رو باید دقت کنید. به هم عرض کردم این طولش که کوتاه هست و ابتداش گفتم خابیده بگیرید، انتهاش هم برگرده به سمت عقب، یعنی مایل هست برگرده به این سمت. پس توی این عبارتی که شما نوشته بودید عمده مشکل بر سر چی بود؟ بر سر فاصله. شما باید الان چیکار کنید؟ باید برید مشق نظری بکنید روی آثار مرحوم نیریزی، ببینید فاصله ای که بین کلمات گرفته شکل منطقیشو بتونید به دست بیارید که توی کارهای خودتون الگو برداری کنید. وقتی یه حدیث بهتون میدن بتونید اون فاصله های منطقی رو رعایت کنید و اینجور نباشه که فقط از روی الگوها ما بتونیم کلمه خوب بنویسیم. از روی الگوها ما باید بتونیم فاصله بین کلمات هم یاد بگیریم، چیدمان رو هم یاد بگیریم، فقط نوشتار صحیح یک کلمه نباشه. این کلمه بر هم از روش تمرین کنید. یه خورده این قسمت هم زیاد اومدید بالا، اینا باعثی اصلاح بشه.